محمد الحربی اهل کویت است. او همراه با مادرش که تمایلی به آمدن جلوی دوربین ندارد به آلمان آمده. مادر او نیاز به جراحی کمر دارد. تقدم الطبی، الاحترافیه، خدمات الرعایه الصحيه الفائقه والعمليات المعقده ما اقدر اجريها الا هني بعض الامور والاطباء المحترفين اكثر احترافيه ومهنيه. محمد الحربی و مادرش استثنا نیستند. سالانه 12,000 به اصطلاح گردشگر پزشکی از کشورهای عرب زبان به آلمان سفر میکنند. دکتر یورگ مولر متخصص مغز و اعصاب 200 بیمار از این دست را ویزیت میکند. او در بزرگترین بیمارستان دولتی شهر برلین کار میکند که به بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس سرویس میدهد، مثل استخدام مترجم یا ارائه غذای حلال. Es ist so, dass natürlich auch die arabischen Patienten bezahlen und dieses Geld, was hierher kommt, was diese Menschen aus arabischen Ländern für gute Behandlung bezahlen, bleibt natürlich auch hier in den Kliniken, wird reinvestiert und kommt damit allen Patienten zugute. بیماران ثروتمند اهل کشورهای عرب منبع درآمد خوبی برای سیستم درمانی آلمان هستند. مجمع بهداشتی آلمان عرب سالانه در برلین برگزار می شود. ایده این مجمع ترویج متقابل منابع موجود در زمینه درمانی است. ان دولت الامارات ترسل سنويا قرابه 5000 الى 6000 مريض الى المانيا ليتلقون العلاج والرعايه الطبيه وبتكلفه تتجاوز 400 مليون يورو سنويا. اما تعداد گردشگران درمانی اهل کشورهای عرب در آلمان رو به کاهش است و احتمالاً به شدت هم افول می‌کند. در مقابل برآورد می‌شود در 5 سال آینده بازار خدمات بهداشتی امارات برای مثال 60% رشد پیدا کند. این بدین معناست که بیماران احتمالاً از سفر به آلمان خودداری کرده و در کشورشان به دنبال معالجه خواهند بود. Im arabischen Golf sehen wir auch, dass man dort mittlerweile sehr gut überlegt, wie man seine finanziellen Ressourcen einsetzt. Und da wird natürlich auch stärker hingeschaut, müssen wir die Patienten nach Deutschland schicken oder können wir sie vielleicht mittlerweile in unserem eigenen Land genauso gut behandeln und uns das Geld für die Reisen dann sparen. Mohammad Al-Harbi und Mother Semoh Oyandera der Berlin Separi Hohandkan. او میگوید تجربه آمدن به آلمان برای درمان را به دیگران هم توصیه خواهد کرد.